پیمان نوین البته تا اونجایی که من میدونم شاهزاده رضا پهلوی دفعه اولی نیست که راجع به همبستگی صحبت کردن. سال هاست که ایشون راجع به جنبش های مدنی صحبت میکنن، در مورد همبستگی ملی صحبت میکنن. خب البته پیمان نوین یک به نظر من یک دونه تکمیلی گفتارشون در عرض 31 سال گذشته بوده و خوشبختانه مورد استقبال خیلی از نیروها قرار گرفت، به دلیل اینی که موقعیت ایران تفاوت پیدا کرده. مردم الان در داخل ایران کاملا مردم 30 سال 31 سال پیش نیستن. بنابراین این اثر پیمان نوین بسیار بسیار در روی مردم، در روی نیروهای اپوزیسیون خارج تأثیر گذار بود. اولین حرکتش نه به جمهوری اسلامی بود، بعد رای بی رای بود. خوشبختانه در پیام نوین مسائل بسیار بسیار مهمی رو ایشون اشاره فرمودن، من جمله مسئولیت شهروندی. مسئولیت شهروندی یعنی هر ایرانی باید مسئولیت پذیر باشه برای نجات مملکت، برای آزادی مملکت. و این مسئولیت شهروندی رو خوشبختانه من خودم بعد از ایجاد و تشکیل کمپین دادخواهی این مسئولیت رو کاملا به اجرا گذاشتیم. یعنی هر ایرانی میتونه به عنوان یک دادخواه در همچین حرکتی شرکت کنه، مسئولیت بپذیره، فریادهای خفته گلوشون رو بتونن بدن بیرون در کنار هموطنهای دیگه. همبستگی رو ایشون فرمودن. همبستگی واقعا باز هم در بین نیروها، در بین افراد، در بین اقشار متفاوت جامعه بسیار مهمه. و باز من فکر میکنم خود همین کمپین دادخواهی یک نوع همبستگی ملی رو ایجاد داره میکنه در پیروه پیام ایشون در پیمان نوین. در مورد جنبش مدنی ایشون صحبت میکنن، اعتراضات مدنی صحبت میکنن، که باز هم کمپین دادخواهی رو من میبینم که کاملا پیروه پیمان نوین شاهزاده داره راه میره و رهروش پیمان نوین هست. خوشحالم از اینکه مورد توجه که ایچی مورد عمل قرار گرفته. ایرانیان هموطنان زیادی الان از سازمان ها، گروه ها، افراد مستقل، قشرهای اجتماعی، قشرهای مدنی، حقوق بشری، همه شامل واقعا این پیمان نوین و منیفست شاهزاده هستند و بسیار مورد استقبال قرار گرفته. من تصورم اینه که برای رسیدن به آزادی باید همبستگی ملی داشته باشیم، باید وظیفه شهروندیمون رو انجام بدیم، هر کسی به نوبه خود با هر قدرتی که داره به هر راهی که میتونه باید این وظیفه شهروندی رو توجه کنه و بهش عمل کنه. خوشحالم و میبینم که روز به روز هموطنان داخل و خارج از کشور دارن پیش میرن به سوی همین همبستگی ها، به سوی همین وظایف شهروندی. و امیدوارم که نیروهای خارج از کشور بیشتر توجه کنن و در این مسیر همبستگی کاملا قدم بردارن، همچنان که داریم میبینیم. خوشحالم، افتخار میکنم که با تشکیل و آغاز کمپین دادخواهی این مسیر رو ما داریم پیش میریم و امیدواریم که مسیر پیمان نوین رو تا انتها و تا روز آزادی ایران ادامه بدیم.